آمدین به افغانستان و خوش آمدین به تلویزیون طلو. امشب طلو 500 هزار افغانی را در خدمت امید و فامیل بازم گذاشته، اما مرحله اول ببینیم کدام فامیل تمام میکنه. تشکر از اکسپول انرژی درینگ به خاطر حمایتشان از رو در رو. همچنان تشکر از شرکت خالد لمر. میریم معرفی میشیم با اردو فامیل. اول یک کف به افتخار فامیل عرش. سلام سیار جان، برای شما شب بخیر، خوش آمدین بر رو در رو. خوش باشین قاسم جان. احمد سیار عرش هستم، محصل سال 3 15 انجینری دپارتمان دانسی پانتون ننگرهار، سرتیم خانواده عرش. بچه کاکایم سلیم جان و همچنان بچه کاکایم دیگه امین جان، محصل اردوشان، محصل 15 ژورنالیسم هست. بسیار خوب، میبینیم امشب چگونه بازی میکنیم. میریم به طرف فامیل حسینی، سرتیمشان سجاد است. کف برشان سجاد، سلام بر شما، شب بخیر. اعضای فامیل یک مرتبه بکنیم. سجاد حسینی هستم، سرتیم فامیل حسینی. بله. روبینا جان، دخترم مم میشم. بسیار خوب. مهدی جانم، پسر کاکایم. بسیار خوب، موفقیت بر شما میخوایم. ببینیم که امشب چگونه شما بازی میکنین. تشکر، سلامت باشید. فکر میکنین که فامیل عرشه که اونا داسمان هستن و شما فامیل حسینی میتونین که در مرحله اول تمام بکنین؟ گپ در چانس هست دیگه. خواه چانس یاری کنه. بشک میشه. موفق باشین. تشکر، سلامت باشید. می‌بینیم که چگونه بازی میکنن. آله، ما میخوایم سوال اول پرسون بکنیم. دو سرتیم میان اینال معلوم میشه امتیازا کی بهتره بنا خود بچرخونه. سوال اول که شما پرسون میکنیم، با این سطح فقط پرسون شده، تعداد جواب 100 نفر بود. اش یک مواد را نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی میخرید. پامپر اطفال. پامپرز. خب درست هست. من نمیفهم. یک موادی را نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی می خرید. چرب، چرب صورت. چرب صورت و هم کریم صورت. اما تو؟ کریم روی. به طرف فامیل یک نگاه داشته باش. بفرمایید. روبینا، یک موادی را نام ببرید که از فروشگاه های بهداشتی می خرید. شامپو. شامپو. پیدا کرده ایم. یک موادی را نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی می خرید. برس دندان یا کریم دندان. برس دندان و یا هم کریم دندان. کریم دندان. یک موادی را نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی سجاد می خرید. روغن مو. روغن موی. روبینا، یک موادی را نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی می خرید. دستمال کاغذی. دستمال کاغذی. دسپاک دیگه حالا دورانش تیر شده. حال حکومت توش پیپر است. یک مشوره فامیل عرش، فاصله رو در نظر بگیرین. مهدی، یک مواد رو نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی شما میخرین. دسمال تر. دسمال تر، او کاغذی تر. شاید هم باشه، نمیتونم. سلام. امین جان، یک مواد را نام ببرید که از فروشگاه های مواد بهداشتی میخرین. مایی شوینده. مایی شوینده. سلیم. عطر. سیار. با سلیم جان موافق هستم. عطر. پریفیوم. امتیاز ها رو میه به طرف اینا؟ نمیتونه. امتیاز هایی که برای اینا میه فعلا 4-2. شماره 8 باز نشد. ماشین ریش و شماره 7. مواد ضد عفونی شماره 6. دستکش شماره 5. فیس واش و شماره 1. بلندترین امتیاز صابون. برای دوم تشویق دین. سوال دوم از سلیم و روبینا پرسان میکنم. بین 100 نفر ما پاسخ گرفتیم. تعداد جوابای 100 نفر 6 بود و 6. بازیگران نقش های مرکزی فیلم های هالیوود به جز از امریکا از کدام کشورها میباشند؟ بسیار ببخشید، به زحمت چیز سمیدیم. هندوستان. از هندوستان می باشه. بله، یعنی بوده دیگه، از هندوستان هم کار میکرده در هالیوود. بازیگران نقش های مرکزی فیلم های هالیوود بجز از امریکا دیگر از کدام کشورها می باشد روبینا؟ لندن. نمیدانم. انگلستان. امتیازای شما سلیم خوب است. به طرف فامیل سعی کرین میبرین یا واگذار میکرین؟ میرین. بفرمایید. بازیگران نقش های مرکزی فیلم های هالیوود بجز از امریکا دیگر از کدام کشورها میباشه؟ همین
روسیه. روسیه. در روسیه. نو. بازیگران نقشای مرکزی فیلم‌های هالیوود به جز از امریکا دیگه از کدام کشور هستند؟ کانادا. کانادا. یک مشوره فامیل حسینی. سلیم. بازیگران نقشای مرکزی فیلم‌های هالیوود به جز از امریکا دیگر از کدام کشور ها می باشند؟ یک. دو. بلژیم. بلژیم. یک جواب. مهدی. بازیگران نقشای مرکزی فیلم‌های هالیوود به جز از امریکا دیگر از کدام کشور هستند؟ چین. چین. روبینا. چین. سجاد. موافق هستم. یک هنرمند چینی را نام بگی. بروسلی. بروسلی. از ژاپن بود تو از چین بود؟ چین بود؟ ما از چین بود. کدام فیلم هایش دیدی سجاد؟ ندیدمش. ایت ندیدی؟ نه والا. او چه یک سوپرستار است. کدام بچه ها را میشناسی دیگه در چین؟ نمیشناسم دیگه. بلندترین امتیاز که تاپترین سوپرستار ها را هم چین داشته دیگه. که از جمله شاید جیگی چان، جتلی، اما یکی دیگه از به نام اومبک میگهش فکر میکنم از چین است. خیر باشه، جوابایی که باز نشد با هم یک جا میمیره. شماره 6 ویتنام، شماره 5 فیلیپین و شماره 2 ژاپن. خوب بود، کفرشان خوب بازی کردین. 98 امتیاز. اگر میخواین فیلم های سینمایی مقبول و زیبا رو ببینین، سریال های مثل فریحا قیام رو ببینین، اینمی لحظه برین به وبسایت و اپ دریا مراجعه بکنین. در اینمی قسمت برنامه وقفه میرم. خوش آمدین دوستان عزیز و اینجا رو در رو است. اگر میخواین با انرژی باشین، پرقدرت باشین، پس برای شما پیشنهاد میکنم از اکسپول انرژی درینک استفاده بکنین. اکسپول انرژی درینک دارای ویتامین های گوناگون است که سیستم عصبی و ایمنی شما را تقویت میکند و در مارکت ها در بازار میتونین که با همی علامه اکسپول انرژی درینک بشناسین. خوردی؟ نه. این حالا میخورم همشیره. حال مغلق نکو. حالا خوردم. نفرای سوم. سوال سوم. وکف. اوه. امین جان چیکار میکنی؟ من موصل هستم. موصل هستین و مهدی؟ مامان. چیکار هستین؟ صنف 12. صنف 12 هستین. خب بسیار خوب. کدام مکتب؟ مکتب سوخته. مکتب سوخته؟ خب بسیار خوب. ما فکر می کنم کدام مکتب در داده؟ کال نیستی. کدام مکتب گریزی کردی؟ آه. بسیار بفتخارم میگی. یا چند بار مکتب گریزی کردی؟ زیاد پس ساده تیر است دیگه. از روی دیوال، از روی دروازه؟ هر دویش. ببینیم امشب ما این سوال از مکتب گریزم پرسان میکنم و از کسی که محصل هم است پرسان میکنم. با این سطح ما پرسان کردیم، تعداد جواب های 100 نفر بود 5. آماده استین؟ معمولا نیروهای امنیتی با چی کسانی درگیر میشن؟ طالب. درگیر میشن. معمولا نیروهای امنیتی با چی کسانی درگیر میشن؟ هراس افغانان. آرزو دارم یک روز اینا همشون برادر هستن، با هم جنگ نکنن، با هم در صلح باشن، زندگی بکنن. چرا زندگی اولادای این جانب و جانب میمونه به میدان بله. که این آرزوی ما است دیگه. حتما گپ مرا میگیرن. خیر ببینید، مرا دوستم دارین و ما هم دوستان دارم. بیاین یکی دیگر در بغل بگیرین. بعد از کرونا حالا فاصله رو مراعات کنین. هراس افغان و درگیر میشن اینا. امتیازهای عراس افغانان بلند است. معمولا نیروهای امنیتی سیار با چی کسانی درگیر میشن؟ قاتلین. معمولا نیروهای امنیتی با چی کسانی درگیر میشن سلیم؟ دزد. بله. دوز با این مقام خود بلندترین امتیاز. معمولا نیروهای امنیتی با چی کسایی درگیر میشن؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. معمولا نیروهای امنیتی سیار با چی کسایی درگیر میشن؟ متجاوزین. یک مشوره فامیل حسینی. سلیم، معمولا نیروهای امنیتی با چی کسایی درگیر میشن؟ یک، دو، سه. افرادی که به فساد آغشته باشن. کسایی که با فساد آغشته باشن.
خو خو مهدی معمولا نیروهای امنیتی با چی کسایی درگیر میشه؟ یک دو سه چهار پنج معمولا نیروهای امنیتی با چی کسایی درگیر میشه؟ لندغر با لندغرا کلتون حال ساله معلوم میشه اینجا معمولا نیروهای امنیتی با چی کسایی سجاد درگیر میشه؟ با اوباش همیان زنده با آدم های اوباش اوباش؟ کسی که دبای نو میباشه ایچی نه لندغر میشه لندغر اوباش ها؟ اوباش ببینیم اوه اوباش ها که تفتاها وار کردن 128 امتیاز فعلا نزد فامیل عرش شماره 4 رهزن شماره 3 اختطافچی سوال سرنوشت ساز برنامه 300 امتیاز مکمل داره اینی سوال هر کس مکمل جواب داد برنده مرحله اول خواهد شد دو سرتیم سوالی که دو سرتیم پرسان میشه بین 100 نفر پرسان شده تعداد جوابایشان از 3 معمولا یخنهای بلوزهای مردانه چه نوع میباشد؟ سجاد گل گل یخن گر به طرف فامیل یک نگاه بکن بفرمایید روبینا معمولا یخنهای بلوزهای مردانه چه نوع میباشد؟ هفت یخن افت بله معمولا یخنهای بلوزهای مردانه چه نوع میباشد؟ یک من نمیدانم معمولا یخنهای بلوزهای مردانه چه نوع میباشد؟ قاسمی یک مشوره بلوزها یخنهای قاسمی پیدا کرده معمولا یخنهای بلوزهای مردانه چه نوع میباشد؟ چارشنگ متاسفانه نبود معمولا امین یخنهای بلوزهای مردانه چه نوع است؟ یک دو یخن دوزه شما سلیم؟ چارکن شما؟ سیار؟ یک دو چارکنج چارکنج امشب امتیازو را میاره به طرف اینا که شما هم گله نداشته باشین دیگه میبینیم متاسفانه مجموعاً امتیازهای فامیل حسینی امشب به 317 برنده مرحله اول یک جوابی که باز نشد این بلوزا استایل از یا چی گونه خواد بود شماره 3 و همچنان ما میخواییم که مبلغ 10,000 افغانی را برای فامیل حسینی مبارکباد بگوییم و دو موبایل پرایم ما برای شما به طور تحفه میخواییم که تقدیم بکنیم در این قسمت برنامه تشکری میکنم از شرکت خالد لمر که دو موبایل مقبول و زیبای پرایم برای فامیل حسینی به طور تحفه تقدیم میکنند خالد لمر یک شرکت پیشتاز در عرصه تولید و واردات گوشی های هوشمند و ساده در سطح افغانستان است که امشب اینمی موبایل های مقبول زیبا را برای فامیل حسینی به طور تحفه روان کردند شما میتونید که موبایل های پرایم از تمام مغازهای شهر به دست بیارین تبریک برای سجاد برای روبینا و برای مهدی مشوره بکنین که در مرحله نهایی کی بازی میکنه دو نفر چالاک و همچنان تشکر از فامیل عرص یار سلیم و امین بسیار تشکر خوش آمدین به برنامه کدام حرف پیام باشه خوب بازی کردین کامرا در خدمت شماست پیام امی است که فاصله های ملی مراعات بکنن تا با کرونا مبتلا نشه کی امنیت گرفته سلامت باشین وقت خوشون کف بزنین میبینیم که در مرحله نهایی شما کیا بازی خواهد کردین من و روبینا جان روبینا و سجاد بفرمایید تبر شد روبینا و سجاد تبریک باشه که مرحله اول تمام شد و ببینیم که مرحله دوم شما تمام کرده میتونید و یا هم خیر 200 امتیاز 500 هزار افغانی و 5 سوال از هر دوی شما میشه سجاد و روبینا یک آهنگ کی دمی لحظه میخواین بشنوان من آهنگ میشنم میا جواب میتونم خب کدام آهنگ بر بانن فرق نمیکنه هرچی باشه هرچی که باشه هیچ دیگه برات مهم نیست یک زمزمه بگی ببین دوستا خوب من یاد ندارم چی رو یاد داری چی کمال داری سجاد زمزمه نکردم کدام کمالا رو داری سجاد کمال خاص ندارم برای میخوام تشکری بکنم کسایی که در چنل یوتیوب رو در رو ما رو تماشا میکنن یگان سر بزنین به وبسایت و اپ دریا فیلم ها و سریال های مقبول ببینین روبینا یک میان برنامه کوتاه زود برمیگردم
خوش آمدین دوستان عزیز، اینجا طلوع است و دقیقاً برنامه رو در رو است. و نمایندگی از فامیل حسینی امشب روبینا میخواد که 5 سوال اول جواب بده و فعلا دوست شما رفتن که یک آهنگ بشنوند. 20 ثانیه روبینا برای خودت زمان داده میشه، در جریان 20 ثانیه کدام سوال اگر در ذهنت نامد مرا بگو بگذر. ثانیه خودت از 20 ثانیه اگر باقی بود سوالی که در ذهنت نامده بود اونمو سوال پس دوباره من پرسان میکنم. 20 ثانیه را آماده کنین. در مسابقات فوتبال لیگ برتر یک تیم چند تا گل به ثمر رسانیده است؟ چهار. معمولا دوست‌ها از کدام جاها دوزی میکنند؟ بگذر. یک وسیله آشپزخانه را نام ببرید که بدون آن آشپزی کردن ناممکن باشد. گاز. در افغانستان چه نوع مسابقات ورزشی برگزار میشود؟ کرکت. چهره‌های مشهور جهان را نام ببرید که در سینما و سیاست همزمان کار کرده باشند. بگذر. معمولا دوست‌ها از کدام جاها دوزی میکنند؟ در مسابقات فوتبال لیگ برتر یک تیم چند تا گل به ثمر رسانیده است؟ شما گفتین 4 گل. سروی در مورد 4 گل چه میگه؟ 33 امتیاز. بسیار خوب امتیاز است. معمولا دوست‌ها از کدام جاها دوزی میکنن؟ شما گفتین؟ بگذر. سروی چی میگه؟ محترم یادت نامد ها؟ از کجا دوزی میکنن؟ دوزها. نگفتی من خوب دوز نیستم که بفهمه؟ یک وسیله ی آشپزخانه را نام ببرید که بدون آن آشپزی ناممکن است. گاز. سروی در مورد بالون گاز چی میگه؟ 28 امتیاز. در افغانستان چی نما مسابقات ورزشی برگزار بشود؟ من گفتم کرکت. هم میبینیم که سروی در مورد ورزش چی میگه؟ 10 امتیاز از سروی بال کرد. و من گفتم چهره‌های مشهور جهان را نام ببرید که در سینما و سیاست کار کرده باشد. کم سینماگر باشه و هم سیاست. شما چی گفتین؟ بگذر. سروی هم گذشت. 71. روبینا خوب بازی کردین، مقبول بازی کردین و خدا کنه به شمولم 71 امتیاز 129 امتیاز دیگه بیایه تا ای که 500,000 تمام شوه. سلامت باشین. تشکر. همیشه موفق باشین. بفخار روبینا. بالام دوست روبینا می ببینیم که چیگونه پاسخ خواهد دادن؟ آیا 129 امتیاز هم میتونن پورا بکنن؟ سجاد خوش آمدی. سلام. بخیر هستی؟ تشکر. شنیدی آهنگ؟ بله. 5 سوال از سجاد پرسان میکنم، 25 ثانیه برای خودت زمان میدیم. 71 امتیاز روبینا گرفته و در مدت 25 ثانیه کدام سوال که جوابش از ذهنت نامد مرا بگو بگذر و بگذرم ثانیه خودت اگر باقی بود از 25 ثانیه پس دوباره اونم سوال از خودت مپرسان میکنم. صحیح. همچنان کدام جوابی را که روبینا گفته بود اگر خودت بگوی یعنی تکرار میباشه صدایی را با خود داری که چنین درست آواز است. 25 ثانیه را آماده بکنید. در مسابقات فوتبال لیگ برتر یک تیم چند گل را به ثمر میرساند؟ 6. معمولا دوست‌ها از کدام جاها دوزی میکنند؟ از خانه ها. یک وسیله آشپزخانه را نام ببرید که بدون آن آشپزی کردن ناممکن باشد. گاز. در افغانستان اجاق گاز. در افغانستان چه نوع مسابقات ورزشی برگزار میشود؟ کرکت. فوتبال. چهره‌های مشهور جهان را نام ببرید که در سینما و سیاست کار کرده باشد. رامبو. کف برشان. در مسابقات فوتبال لیگ برتر یک تیم چند تا گل به ثمر میرسانه؟ 6 گل. سروی در مورد 6 گل چند امتیاز میده؟ 20 امتیاز. قبلا در این امتیاز قبلا گفته بود 4 گل. معمولا دوست‌ها از کدام جاها دوزی میکنن؟ از خانه ها. ببینیم سروی در مورد این دوزها چی میگه که کار خوب نیست. 24 امتیاز. بلندترین امتیاز از این بانک ها بوده که فضل خدا نمیتونن فعلا دوزی بکنن. بین کار بکنین. امو هم لذت داره و همی که داخل حلال است. یس. کار بسیار خراب است و بالاخره یک روز در دام میفتن نه؟ بله. گندم بکاری گندم در او میکنی، جو بکاری جو. و یک وسیله آشپزخانه را من گفتم نام ببرید که بدون آن آشپزی کردن ناممکن است. شما چی گفتین؟ منقل برقی و یا هم اجاق. سروی در مورد منقل چی میگه؟ 14 امتیاز. بلندترین امتیاز از این گاز بود. در افغانستان چه نوع مسابقات ورزشی برگزار میشود؟ فوتبال. 29 امتیاز و بلندترین امتیاز اینمی فوتبال بود. چهره های مشهور جهان را نام ببرید که در سینما و سیاست کار کرده باشد و شما گفتین رامبو.
که نام اصلی سیلوستر استالون است که به نام رامبوسه یک فیلم جور کرد، به مو نام مشهور شد. بلندترین امتیاز ازی بود آرنولد که یک وقت والی کالیفرنیا بود فکر میکنم، و مقبول بازی کردین، خوب بازی کردین سجاد جان. 200 امتیاز پوره نشد، بازم تبریک دارم، مرحله اول تمام کردین. 10000 و دو موبایل، حرف پیام باشه نگوین، فقط سلامتی هم متانه خلاص خداوند متعال میخواین. من گفتم نگوین. خب من گفتم سلامت باشین، پس سلام میره بگوین. سلامتی هم متانه خلاص خداوند متعال میخوام. صلات میخوای؟ میخوام. بفرمایید. شب خوش. تشکر. میخوام تشکری بکنم از شرکت خالد لمر که دو موبایل مقبول و زیبای پرایم امشب برای اینا تحفه دادن، و همچنان تشکر از اکسپول انرژی درینک که دارای ویتامین های گوناگون می باشد، سیستم ایمنی بدن و همچنان سیستم عصبی شما را آرام میکنه. 456 فراموشتان نکنین، با 456 زنگ بزنین، شماره 6 افشار بتین، شماره 2 افشار بتین، باز شماره 2 افشار بتین، نام 3 نفر اعضای فامیل خود را بگیرین و همکارا برای شما زنگ میزنند، تلفن هایتان خاموش نباشد. اگر میخواین سریال های پرهیجان، فیلم های مقبول و زیبا، عاشقانه، رمانتیک و جنگی را ببینین، این ایمیل از برای نکسر بزنین به وبسایت و اپ دریا تماشا بکنین. برای تمام مردم خود عزت، صحت، خوشی میخوایم و خوشی میخوایم و خوشی میخوایم برای خود. چی بگویم؟